مردم عزیز سلام و درود بر شما بلال بوتو وزیر خارجه پاکستان امروز گفته که آخرین گزینه حمله به افغانستان است یعنی که رای نمانه بیچاره از روی ناچاری ما به افغانستان حمله میکنیم این یک چند و چونش یک بررسی کتا میکنیم یک متن اوپراتیفی هم حالا نشر شده من بیشم معلوم نیست نویسندهشم معلوم نیست اما وقتی که من خواندم بسیار قابل به اصطلاح دقت است یعنی قابل بحث است این متن به نام پهلوهای ناخوانده توافقنامه امریکا با طالبا عنوان داده شده من دو مرتبه ایره خواندم به نظرم می رسه که از یک مرجع جدی و معتبر باید نوشته شده باشه و یا ایره یک متن اپراتیفی ما یافتم و متنای اپراتیفی بسیار بسیار مهم است در اصلا فهم داده های رسانهی و تحلیل مسائلی که ظاهرا خورد مردم داده میشه اول بلال بوتو آخرین کوزینه حمله به افغانستان است میگه یعنی اینمی گپا چرا میگه یادم ببینین حمله بر محفل جماعت العلماء صورت گرفته جماعت العلماء یک سازمان وابسته به دولت است البته فضل الرحمن مربوط به عیسا هست. اونجا زدن ما قبلا در برنامه قبلی برداشت خود گفتیم که ایره کس نزده ای زدن به صلاح ضربه است که منطقه زده منطقه روسیه هست، و ایران زنده است ای و کنار خب اینا چرا به افغانستان میگن ما میکنیم یعنی عامل انفجار در باجول مگر طالبان است یا میمان های طالبان اگر طالب باشه یا میمان های طالبان باشه خب کلش فرزندان خود پاکستان است ای چرا ای این طرف حمله یعنی چی؟ یعنی افغانستان یک علاقه صوبایی است آجت حمله نیست هر کاری میخوای انجام میدی این حمله من توضیح میتونم چرا میگه حمله هر که با دایش و دشمنان پاکستان در خاک افغانستان مرکز دارند، نیازی به اعلان نیست که شما ببینید ما میکنیم یک شبکی ایسای به صورت شب یا روز قرارگاهشان خاموشانه متلاشی میکنه خب این چرا به دهان وزیر خارجه میگذاره؟ این تهدیدایی که رسانهی میشه بر اساس یک طرح و محاسبه سیاسی است. این تهدیدها یعنی با مذاکرات بیمانی که اخیرا در دوها صورت گرفت مرتبط است اصل گپ است که میخوایم از طالب یک وجهه درست کنم مذاکرات دوها با این سخنان مکمل یکی دیگه است چطور؟ تلاشی است برای ایجاد یک جایگاه مثبت و طالبا در انظار مردم مردم افغانستان که عموما طالب مزدور و رعیت پاکستان میدانند یک تلاش است که از اینا یک وجهه درست بکنند او والا پاکستان زده اگر حملات هرچند بسیار نمادینم از طرف پاکستان به افغانستان صورت بگیره شما مطمئن باشید که هدفش افغانستانی نشان دادن طالب است که در ماهیت خود ما شما میدانیم که هیچ ربطی و خوب و افغانستان نداره این طالب نشان میدن که تروریسم دولتی صاحب افغانستان است یعنی تروریسم دولتی که است اینمی صاحب افغانستان است دامن زدن چی بگویم یا ساختن یک نوع ناسیونالیزم دروغین در افغانستان در اطراف طالب تا کمر طالبه به حیث یک نیروی افغانی به بسته کنه. اینی یک جانب هدفش است این تنها نیست یک پروژه دیگه هم است که مکمل امی پروژه است کدام از به نظر شما شماری از مقامداران دوره جمهوری سخته مامورین جمهوری سخته همچنان به جمع مبالغان و لابی های طالبان پیوستن تحت نام چی؟ تحت نام کارشناس شما متوجه هستید تلویزیون های افغانستان رو مکمل تلویزیون های دیگر هم این کارشناس ها چی میکنن؟ آمدن روی روخ مثلا نرم طالب ها رو میتن نسخه میتن، مشوره میتن طالب هیچ سر از این خبر نیست اینا خودم فراموش کردن طالب هم حالا فراموش کرده این میگه پیران تو ما می میپوشن واسکت هم نرمگویی به طالب فراموش کردن او چیزی که طالب در حق مردم و کشور کرده بیخی فراموش شان شده ای کارشناس ها معلوم نیست که کارشناس خب ما یک برنامه در مورد به صلاح فهم کارشناسی که من خواد درست کردم آیا ما کارشناس داریم در افغانستان؟ ی از کجا برامده که نی میبره نی میاره تروریسم دولتی را تبلیغ میکنه تیمار میکنه سیقل میته سفید, سفید نمایی میکنه پیشنهادات سازنده و تروریسم دولتی میتن معنی ای گپا چی است لیلام کردن خود نیست شما تصور بکنید اینا به اینی رقم آدم ها اینا خوبی که چقدر به یک نیروی کشتار بیرحم و اصلا یک خونتای پاکستانی هستن اینا اما ببین بی در بین از اینا چه رقم مردم هستن و اینا میخواین قال نظام و بر... اینی اینی آدم ها نظام جور کنن یک گزارشک که امروز من بی خیران ماندم یک کسی از به نام سید فروتن ول سوال طالب هست بی سود از در بیسود میدان وردک 800 هزار افغانی هزینه عروسی دوم خوده از مردم جمع وری کده حال به این ترتیب رقم ای اینا پول از مردم میگیرن قریدارا را گفته در بیسود اونا که شما بگی این پولا را از مردم به عنوان کمک خیریه جمع کنین از بران خدا اینا به اینی رقم یک نظام به اینی رقم یک افراد اینا لابی میکنن کدام سرش بگیری یک مثال یک یک مثال که کوچک دادم خب در این یک بعض آدمای های گوشتار در بین طالب است رئیس منابع بشری در وزارات اطلاعات کلتور عبدالحق اماد است ای آدم میگه که طال... که طالب میگه ما امریکا را شکست دادیم و کار خلاص است یک اشتباه بزرگ است کار خلاص طالب برای حفاظت خود باید با امریکا تعامل مثبت داشته باشه این که آیستا تا, ما به تاریخ دو سالگی حاکمیت طالب می میرسیم بسیار چیزا روشن میشه نشست دوها و یک کمپاین حشری کارشناسا به نفع طالب و در این حال اینی رقم سخنان از بین طالب آیس فایس سا در ذهنیت مردم افغانستان به عنوان یک واقعیت دائمی جا اندازند مردم عزیز کلی پیشنی پیش مثلا ببینید شما در دا, دا, دا دوها وقتی که خان متقی رفته امروی دو نفر دیگه نمایندگان آمریکا اوجا بوده بریتانیا اسپانیا کوریا جنوبی هلند، ایتالیا استرالیا کانادا اینا چی از امیر خان متقی چی میخواین؟ یک شو از یک کنمایش هست اینا گفتند ارقام آمار دادن نصرت الله محمود رئیس عمومی خزانه داری وزارت مالیه ارقام دادن چطور چکار محمد عباس سامی رئیس عمومی عملیات بانک افغانستان این اینا شفافیت از ذکار ما چون پول میاد این کشور ها موجه به عنوان ناصف خب در دو سالی کار نشده بود اینا چی میخواین یعنی چی چیزی طالب بر از اینا انجام نداده که حالا باید انجام بدن یعنی حفاظت از طالبان یعنی دفاع از طالبان از پهلوهای کلیدی توافق دوها نیست است همین متنی که من امروز اشاره کردم به نام پهلوهای ناخوانده توافق امریکا با طالبان یعنی این, می... این... ای هم آل برامده کم کم عادی سازی قضیه است دیره میگن که از طریق ستاد مشترک امریکا، پاکستان، بریتانیا و طالبا در قطر این بخشی از مفاد توافقنامه بیرون نویز شده این تایید کردن از این کار آسان نیست اما محتوایی که ما دیدم محتوایش بسیار قابل بحث است از نظر ما بسیار مواردش قابل بحث است مثلا میگه طالب مکلف است که در تضمین امنیت نیروهای ناتو متحدینش در افغانستان کوشا باش از منافع دولت و ملت امریکا و متحدینش دفاع کنه ای پولاخ ناق نمیه شما میگید حالا گینار میبرن با دا, دا, دا قطر ای کلش بر اساس یک چارچوب توافق است در شناسایی خنسا سازی دشمنان امریکا در افغانستان پس از جمهوریت باید اینا عمل بکنن از تبلیغات ضد آمریکایی و ناتو در سطح کشور و بیرون از کشور خودداری شود حمایت از امضای پیمان راهبردی پیمان راهبردی که در زمان کرزی نشد بازور عنیف عدمر امضا کرده بود اونو مرایول اجراس تا زمان که مفاد امریکا باشه افغانستان خیلی کدام فایده نکرد او امضا او پیمان توسط انیف اتمر در بعد از تحلیف اشرف غنی امضا شده بود البته با شرایط خاص که طرفین پذیرفتن طرف طالب متحد است بود اونا تمام پیمان هایی که امریکا با دگر رژیم ها کرده بودند. در توافق با طالبان گنجانیده شده اونا خوب گم نمیشه پرداخت پول اجاره پایگاه نظامی و امنیتی اگر جای پایگاه نظامی و امنیتی که داده میشه به امریکا و کشورهای خارجی در برابر پول است مثلا پایگاه شورابک هلمند یک پایگاه نظامی استخباراتی پیشرفته است یعنی زیر ساخته از اون کس میخواه بلا استفاده بسازن بحث استخراج معادن یورانیوم و لیتیوم و, و مسائل و سرنوشت پایگاه بگرام و قندار و کابل همه اینا فیصله شده است در برابر مبلغ معینی که با امریکا امضا شده این متن متن عجیب است مثلا پرداخت غرامت 19 سال جنگ که چی به شکل سالانه 6 میلیارد دلار باید به طالبان داده شود و سالانه شما فکر میکنید که طالب استاد است این پول از کجا میه همه چیز هست. مثلا مدیریت شده است یا خونبه های مثلا کشته های طالب او کسایی که عدسه همو چیز مثلا سالنگاری امریکای ها در لیلی کشته شده حتی اونا را خونبه هایشان پرداخت میکنن و چیزی دیگه چی هست که مواد مخدر امریکا خریدار طالب تایا کننده قراردادهای مادن گرانبه ها تلا، اورانیوم، لیتیوم بر اساس یک تعهد دو جانبه جریان های مسئله جادی القایده دای شایقو رنسارلا حرکت اسلامی و, و اینا استعمال اینا ما شما یک آن که یک قدر گروه که جمع کردن یه چی میکنن به کدام روز اینا به اهداف خاص تنظیم شده سر سرمایه گذاری شده خرد شده و این بخش سرنوشت از اونو بخشی از مفاد در مایده،, مایده دو هست مندرج است. مثلا منظوی کردن و از زدن کامل گروه های جهادی که دیگه حالا به درد یامیت اسلامی از اسلامی حرکت این چیزای چند تا رو اینا به درد زنا نمیخوره پرداخت عقل فضا فضایی از از امریکا و کل جهان اگر فکرتان باشه دو روز پیش این مثلا عنوان شد که از اروپا و آمریکا از راه افغانستان میره و این در پرداخت عقل و فضایی بخشی از تافقنامی فاش شده دو هست در مندرج است در فقرات جزیات اخص مالیات گمرکی از نفت و گاز و دگه نیازهای قوتهای خارجی که قبلا اشرف غنی او را ماف کرده بود حالا پولش به طالبا در صورت که چیز باشه به با طالبا داده میشه مهمترین نکته ای که مثلا مدیریت سیاسی افغانستان و بقیه مسائل منطقی مرتبط به افغانستان در دست پاکستان باشه و این هم رسمی فدراسیون بین افغانستان و پاکستان است بودجه وزارت دفاع امنیت داخله مربوط به ائتلاف ناتو همه در دوران جمهوریت اونا هم در اون زمان سر از این صحبت شده بود سر بودجه بقیه وزارت خانه از طریق ملل متحد حالا ما شما می‌بینیم که تمام کارهای طالب در سه بین ملل متحد میکنه و کلش مطابق امو معایده است یک نوع حکومت بعد از جمهوریت با تقسیم قدرت بین مذهبی ها و ملیگرایان گرایان باشه کال ایران اصلا کی ریچه رقم بکنن امور مذهبیش مکمل در دست طالب باید باشه و امور سیاسیش بین ملیگرایان گرایان تقسیم معلوم نیست که ملیگرایان گرایان منظور از یا چی هست؟ ملیگران اونو مو یک گروه پیره که غنی از خدا کت خدا آورده بود باز پس رفتن هر کدامش فقط به دوزی فکر میکرد های آموز دگه حالی از نوی دیگهش یک کسایی دیگه. همکاری های بعد از خروج آمریکا از افغانستان در باسازی خب خود چیزی وجود نداره این مثلا مثلا گفته که دولت امریکا در مسئله مرزی دیورند بین افغانستان و پاکستان با اداره واحد سیاسی و محور پاکستان پابند باقی میمانند مرز پاکستان آمو دریاز و با چشمانداز آسیا میانه دیگر دیورندی وجود نداره برای فعلا و افغانستان شریک استراتژیک امریکا می باشه به حساب خودشان دیگه این خب این مواردی بود که در اون سند که به شکل ناگهانی نشر شده و هیچ مرجش ذکر نشده و محتوایی که من بر شما از بین ازی توضیح دادم محتوایش عمیقا قابل باز بود و با مو خاطر من شما را در جریانش قرار دادم تا بعد